الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأقال عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومدوار صندر حجة كاسين جور الصحة وصر حال بشين ولباس عافية إن شاء الله وطلاب بتان داشت بشين وخوش اسمك. الحمد لله واصحاب با حلقه های جدید از حلقه های دستای عقاید اسلامی در بخش نبوات و درس جدید با شما قرار داریم. درس امروز ما بینندگان عزیز به امتداد دستای گذشته در بخش نبوات در رابطه با معجزه می باشه، و چنانچه در دو درس گذشته ما در رابطه با معجزه صحبت های مفصل کردیم، تعریف از معجزه داشتیم، شروطش بیان کردیم، تعبیرات قرآن مجید در رابطه با معجزه را بیان کردیم، و شک نیست که از جمله چیزهایی که متعلق به معجزه میشه و در کتابهای عقاید اسلامی او را ذکر میکنند، یکی هم موضوع طرق اثبات معجزه و حکم ایمان به آن هست. طرق اثبات معجزه و حکم ایمان به آن، یعنی به ایمان که معجزه چگونه ثابت میشه و حکم ایمان به معجزه چی می باشه. شک نیست که در رابطه با طرق معجزه، طرق اثبات معجزه، اگر ما یک سوال مطرح بکنیم که چگونه معجزه ثابت می شود، و جهت از اینکه معجزه یک امر خارق العاده هست که با دست نبی و پیغمبر دیگه ظاهر میشه، و شک نیست که در عصر زمان که ما شما هستیم دیگه عصر زمان نبوات رسالت دروازش بند شده، پس به یه اساس در ذهن ما سوال پیدا میشه که خب معجزه که ما به او عقیده من میباشیم و حکم از او را انشاءالله و تعالی بیان میکنیم، امی معجزه چگونه برای ما شما ثابت میشه؟ پس راه ها و یا طرق اثبات معجزه بینندگان عزیز یا از طریق مشاهده میباشه و یا هم از طریق خبر، و حتی عقلا هم اگر ما نظر اندازی بکنیم عقلا هم معجزه یک امر ثابت می باشه، یک امر ممکن می باشه، و عقلا هم این را ما شما انشاءالله و تعالی ثابت می کنیم. اثبات معجزه از طریق مشاهده چگونه صورت می گیره؟ اثبات معجزه از طریق مشاهده در وقت و زمان نبی و پیغمبر، هر وقت و زمانی که الله رب العزت به دست از اونها معجزه ای را ظاهر می سازه، پس مردم را مشاهده میکنن، مردم را میبینن و بالفعل او را درک میکنن، احساس میکنن، پس اینجاسته که معجزه نبی و پیغمبر ثابت میشه. پس مشاهده به معنای دیدن هست. مشاهده و یا دیدن در رابطه با معجزه چی وقت است؟ دمو وقت و زمان خود نبی، هر وقت و زمانی که معجزه خدا برای مردم ظاهر میسازه. پس زمانی که مردم معجزه نبی و پیغمبر را میبینن و این معجزه را خلاف عادت تلقی میکنن، پس شک نیست که معجزه نبی و پیغمبر ثابت میشه. پس نوع اول طریق و یا راه اثبات معجزه مشاهده و دیدن است که در عهد زمان خود نبی و پیغمبر صورت میگیره، یعنی به این معنی که قبل از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم انبیاء علیهم السلام که وقتا فوقتا می آمدن و جهت اثبات نبوت خود برای مردم معجزه را پیشکش می کردن، پس الله واحد و یگانه که به دست از اینها معجزه را ظاهر می ساخت، پس مردم را می دیدن، مشاهده می کنن. پس این مشاهده، اینمی حس، اینمی درکی که اونا در رابطه با معجزه می داشتن، اینمی در حقیقت راه اثبات معجزه هست که با دیدن صورت می گیره. اما شک نیست که قسمی که پیشتر هم اشارتاً براتون بیان کردم، در عهد و زمان ما و شما عهد و زمان هست که دروازه نبوت و رسالت دیگه بند شده، دیگه نبی و پیغمبر نمی آید، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم که هم آخرین انبیا هستند و نبوتشان تا فعلا ادامه داره و تا قیام و قیامت ادامه پیدا میکنه، شک نیست که امروز از وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم اضافه‌تر از 1000 سال میگذره.
پس سوال بر ما پیدا میشه که خب عالم ها چه قسم میتونیم که معجزه را ثابت بسازیم؟ پس نوع دیگر راه و یا طریق اثبات معجزه خبر میباشه بینندگان عزیز. خبر در حقیقت عبارت از آن چیز هست که برای ما شما بیان میشه و یا گفته میشه، و خبر آن چیزی که ما در علم عقاید اسلامی و را مورد بحث قرار میتیم. متوجه باشین که ما دو نوع خبر داریم. یکی را به نام خبر واحد یاد میکنن و دیگر را به نام خبر متواتر یاد میکنن. یکی را به نام خبر واحد و دیگر به نام خبر متواتر. خبر واحد چی را میگن؟ خبر واحد در حقیقت همو خبری هست که از طرف یک نفر یا یک مجموعه از کوچک از انسان ها این خبر برای ما و شما رسیده باشه، پس ما به نام خبر واحد یاد میکنیم. یعنی به معنی که خبری که به حد تواتر نرسیده باشه. خب تواتر چی را میگن؟ خبر متواتر در حقیقت همو خبری هست که یک مجموعه بزرگ از انسان ها، یعنی به معنی که نسل به نسل یکی به دیگر روایت میکنه که احتمال دروغ و احتمال کذب در رابطه با اونها محال میباشه، ناممکن میباشه. یعنی آنقدر یک مجموعه بزرگ یک خبر را برای ما شما روایت میکنه که احتمال از اینکه این مجموعه با همدیگر در رابطه با یک کذب، در رابطه با یک دروغ اتفاق نظر کرده باشن، این امیر عقل دیگه ناممکن میدانه. پس آن خبری که توسط یک مجموعه بزرگ از انسان ها نسل به نسل برای ما شما میرسه که احتمال اتفاق در دروغ و کذب در رابطه با ایشان محال می باشه، پس او را ما به نام خبر متواتر یاد می کنیم. اما آن خبرهایی که به حد تواتر نرسیده، پس ما او را به نام خبر واحد یاد می کنیم. پس معجزه هم از طریق خبر واحد و هم از طریق خبر متواتر ثابت می شه، منتها با این تفاوت معجزه که از طریق خبر متواتر، یعنی به معنی که خبر قطعی برای ما شما ثابت شده، و شک نیست که حکم ایمان داشتن به او واجب هست و منکر از او کافر می باشه. اما معجزه هایی که با خبر واحد برای ما شما ثابت شده، شک نیست که حکم ایمان به او واجب هست، ولی که با ما منکرش دیگه کافر گفتن نمیتونیم. چرا؟ به علت از اینکه چون در خبر واحد ظن و گمان وجود داره، پس نظر به این ظن و گمان ما دیگه منکر از این کافر گفتن نمیدونم. چرا؟ احتمال است دیگه، احتمال است. اما در خبر متواتر چون خبر قطعی می باشه، پس به این اساس کسی که معجزه که با خبر متواتر ثابت شده باشه انکار میکنه، پس منکر از اون ما چی میگیم؟ کافر میگیم. خب شک نیست که اگر ما در آن چیزی که در قرآن مجید از معجزه های انبیاء علیهم السلام برای ما شما خبر داده شده، تماما از این معجزه ها با اخبار متواتر برای ما رسیده، به جهت از این چون قرآن مجید خودش یک کتابی هست به صورت متواتر برای ما شما رسیده، یعنی به ایمانا که قطعی ثبوت می باشه، در ثبوت قرآن مجید هیچ گونه شک شبهه وجود نداره، پس آن حکمی که توسط قرآن مجید برای ما و شما ثابت میشه از معجزه های انبیاء علیهم السلام، پس متوجه باشین که هم در حقیقت با خبر متواتر ثابت شده. و شک نیست که در احادیث پیغمبر هم ما خبرهای متواتر داریم، ولیکن در احادیث پیغمبر خبرهای واحد هم ما و شما چی میکنیم؟ پیدا میکنیم. و شک نیست که حجیت خبر واحد هم در بین علما وجود داره و ما شما برخ اخبار واحد داریم که هم صحیح می باشه، منتها به درجه متواتر نرسیده. پس طریق اثبات معجزه آن چیزی که ما در عصر فعلی هستیم، پس چون موضوع مشاهده در رابطه با ما شما ممتنع می باشه، یعنی به ایمانا که دیگه کدام نبی و پیغمبر نمیایه که ما معجزه از او را به چشم سر مشاهده بکنیم، پس آن چیزی که راه اثبات معجزه در رابطه با ما و شما در عصر فعلی هست، پس او در حقیقت خبر می باشه که یا توسط خبر متواتر و یا هم توسط خبر واحد برای ما و شما ثابت میشه. خب آیا عقلا هم ما میتونیم که معجزه را ثابت بسازیم یا نمیسازیم؟
خب شک نیست که اگر ما عقلا هم نظر اندازی بکنیم، چنانچه پیشتر هم بهتون بیان کردم که آیا عقلا هم معجزه یک امر ممکن هست یا نیست، بدون شک اگر ما عقلا نظر اندازی بکنیم عقلا هم معجزه یک امر ممکن هست. امر ممکن به چی معنا؟ یعنی به معنی که امکان داره با وقوع بپیونده. پس مادامی که امکان داره پس به این معنی است که مستحیل عقلی نیست، یعنی به این معنی که ناممکن نیست. پس اگر مستحیل و ناممکن باشه پس او خلاف عقل می باشه، یعنی خلاف عقل می باشه. پس مادامی که عقل امکان وقوع معجزه را برای ما شما میده و حکم میکنه که معجزه یک امر ممکن هست، با شک نیست که معجزه وقوعش هم میتونه که صورت بگیره. خب به چه دلیل؟ به جهت از اینکه بینندگان عزیز قسمی که ما بیان کردیم قبلا هم، زمانی که ما وجوده از حیث علم عقاید اسلامی در نظر میگیریم، ما سه نوع وجود داریم. یکی وجود واجب داریم، قسمی که بیان کرده بودیم در درس الهیات. یکی وجود ممکن داریم و یکی هم وجود مستحیل داریم. به شک نیست که وجوب واجب قسمی که ما بیان کردیم تنها وجود الله جل جلاله است و بغیر از وجود الله دیگر وجود هیچ چیز دیگر واجب نمی باشه. خب بعد از وجوب که وجود الله جل جلاله هست، آن چیزی که برای ما باقی میمونه یا ممکن است و یا هم مستحیل است. خب بیاییم حالا بررسی بکنیم، ارزیابی بکنیم که آیا معجزه یک امر ممکن هست و یا مستحیل می باشه. خب اگر ما نظر اندازی بکنیم شک نیست که معجزه یک امر ممکن می باشه. خب عقلا چرا؟ وجهت از اینکه ما گفتیم که معجزه در حقیقت یک امر خلاف عادت هست. خلاف عادت هست. خلاف عادت به چی مانا؟ یعنی به ایمانا که در جهان کائناتی که ما نظر اندازی میکنیم، جهان کائنات ما پر از علل و اسباب است بینندگان عزیز. یعنی به ایمانا که در این جهان کائنات ما هر چیز از خود یک علت داره و هر علت از خود یک معلول داره، هر مسبب از خود یک سبب داره و هر سبب از خود یک مسبب داره. یک سبب پیدا میشه، یک علت پیدا میشه، یک معلول به میان میآید. و شکل نیست که در رابطه با برخ از این علت ها و معلول ها ما عادت کردیم و برخ از این علت ها و معلول ها رو نمیفهمیم. برخ از این اسباب ما و شما میدانیم و با برخ از این اسباب ما فهم و درایت نداریم. پس به این اساس معجزه هم چون یک امر خارق العاده میباشه، این میمونه که خلاف عادت ما به میان میاد، پس معجزه هم از خود علل و اسباب داره و با این علل و اسباب معجزه صورت میگیره و اگرچه ما او علت و سبب نمیفهمیم و درک کردن نمیتونیم. پس به این اساس اگر ما در آیات قرآن مجید و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم مراجعه بکنیم، آیا معجزه در قرآن و حدیث ثابت هست یا نیست؟ آیا با وقوع پیوسته و یا نپیوسته؟ شک نیست که معجزه با وقوع پیوسته دیگه. امروز با اخبار متواتر و قطعی ما ثابت کرده میتونیم که معجزه های انبیاء علیهم السلام ثابت هست و در وقت و زمانشان با وقوع پیوسته. پس مادامی که معجزه در وقت و زمانش به نزد نبی و پیغمبر با وقوع پیوسته و با خبر متواتر و قطعی برای ما شما رسیده، پس وقوع معجزه یک امر ممکن میباشه. پس در اینجا مستحیل چه میشه؟ نفی میشه. یعنی به این معنی که معجزه یک امر مستحیل نمی باشه. پس مادام که مستحیل نبود پس او ممکن هست، پس مادام که ممکن هست پس معجزه یک امر جایز می باشه. منتها در این قسمت بینندگانم عزیز، زمانی که ما برخی از نظریات در رابطه با معجزه از دیدگاه عقل مورد بحث قرار میدیم، شک نیست که برخی کسا در رابطه با معجزه عقلا برخی اعتراضات کردن و بالاخره اونا برای ما گفتن که معجزه عقلا درست نمی باشه. یعنی به این معنا که گویا معجزه یک امر خلاف عقل است. پس اونا معجزه را خلاف عقل تعبیر کردن. پس مادامی که خلاف عقل تعبیر کردن، پس اونا برای ما میگه که آن چیزی که خلاف عقل است وقوع از او ناممکن و مستحیل می باشه، امکان نداره که با وقوع بپیونده. ولیکن ما در جواب از اینها میگیم که شما در این گفتارتان اشتباه کردین. اشتباهتان چیست؟ اشتباه است که معجزه خلاف عقل نیست، بلکه معجزه خلاف چی میباشه؟ خلاف عادت میباشه. بین از دو هر دو از این تعبیر باید ما شما تفکیک بکنیم. عدم تفکیک ما در رابطه با این تعبیر
منجر به ایشته که تا برخی کسا معجزه را انکار بکنند و علت انکارشان همه می باشه که چون معجزه یک امر خلاف عقل است و امر خلاف عقل وقوع پیوسته نمیتونه، پس معجزه هم امکان نداره که به میان بیایه. پس به این اساس اینا تعبیرات خدا و یا نظریات خدا چنین بر ما بیان میکنن که چنانچه ما در جهان کائنات زبانه که زندگی میکنیم همه چیز روی علت و معلول صورت میگیره. هر آن چیزی که در این جهان هست حتما از خود یک علت داره و شک نیست که بدون علت دیگه یک چیز به میان آمدن این خلاف عقل میباشه. پس مادامی که اونا علت و سبب معجزه را درک کرده نمیتانند، عقلشان ارزیابی کرده نمیتانند، پس اونا فکر میکنن که گویا معجزه یک امر هست که بدون علت و بدون سبب به میان آمده. پس مادامی که بدون علت و بدون سبب باشه، پس عقلی را رد میکنه و عقل میگه که هر آن چیزی که در این دنیا به وقوع میپیونده حتما از خود یک علت و سبب داشته باشه. پس چون علت و سبب معجزه معلوم نمیباشه، پس یه وقوعش هم چی است؟ ناممکن. پس ما در جواب از اینها میگیم که معجزه خلاف عقل نیست، بلکه خلاف عادت است. خلاف عادت به چی معنا؟ یعنی به این معنا که ما هم در رابطه با سلسله علت ها و معلول ها با شما هستیم، ما هم به این باور هستیم که هر آن چیزی که در این جهان و کائنات است روی علت و سبب صورت میگیره، ولیکن ما هیچ وقت با اونا نیستیم در رابطه با این که بگویم که معجزه بدون علت و بدون سبب چی میشه و میان میره. چرا؟ و جهت از اینکه در جهان کائناتی که ما شما هستیم بینندگان عزیز، علل و اسباب بی حد زیادی را الله رب العزت در جهان کائنات و خلق کرده و پیدا کرده. قوانین و نوامیس از این جهان و کائنات آنقدر دقیق است که حتی برتان گفته میتونه که شاید ما یکی بر هزارم حصه از او را هم تا به حال نفهمیده باشیم. پس برخ اشیا را که ما فهمیدیم و علتش میدانیم، ما به او عادت کردیم و ای تو فکر میکنیم که گویا اینمی علت بسلا اینمی معلول علت اینمی علتش است، اینمی مسبب اینمی سببش است، بس دیگه. اما در رابطه با اسباب علت بی حجاتی که در این جهان و کائنات الله رب العزت خلق کرده، اصلا ما شما بسلا دانایی نداریم، اصلا درایت نداریم. پس هر زمانی که یک امر خلاف آن چیزی که ما با او عادت کردیم با وقوع میپیونده، پس هیچ وقت این معنی نیست که من رو انکار بکنم. چرا؟ حتما او هم یک علت داشته، ولی که علت از او رو درک کرده نمیتونم. و گذشته از او بینندگان عزیز، در جواب کسایی که برای ما میگن که گویا معجزه خلاف عقل میباشه، ما برای ما بیان میکنیم که معجزه در حقیقت یک سلسله از علت ها و معلول ها هست. اما علت معلول کی پیدا کرده؟ علت معلول الله پیدا کرده. اما این معجزه را به دست نبی و پیغمبر کی ظاهر می سازه؟ الله ظاهر می سازه. پس الله یک علت و معلول پیدا کرده، پس شک نیست که این قسمی که در رابطه با باران علت پیدا کرده، در رابطه با حیات و زندگی ما در این دنیا که علت پیدا کرده، در رابطه با سیر شدن ما یک علت پیدا کرده که برات از نان است، پس شک نیست که الله رب العزت قادر است که برای معجزه هم یک علت و سبب را پیدا بکنه و بالاخره این معجزه به دست نبی و پیغمبر مثلا شوه ظاهر شوه. آیا از قدرت الله جل جلاله بالاتر هست؟ ابدا، علیاذ بالله. پس الله یک علت و معلول را پیدا کرده که ما به او عادت داریم، پس الله رب العزت معجزه ای را که هم به نسل نبی و پیغمبر ظاهر می سازه، پس اون ذات قابل است که علتشان پیدا بکنه، معلولشان پیدا بکنه و بالاخره معجزه به دست نبی و پیغمبر ظاهر بسازه. پس به این اساس گفته می دانیم که معجزه عقلا هم یک امر ممکن هست، یک امر مستحیل و ناممکن نمی باشه، بلکه عقل هم برای ما اجازه میده که معجزه باید به وقوع پیونده، معجزه باید که صورت بگیره. و جهت از اینکه چون معجزه فعل الله رب العزت است و الله رب العزت که همه سلسله علت ها و معلول ها و اسباب و اسما سببات خلق کرده و پیدا کرده، با شک نیست که الله جل جلاله قادر است که برای معجزه هم علت پیدا بکنه، سبب پیدا بکنه. آن علت و سببی که عقل ما از درک از او عاجز است و ناتوان است، بس عقل ما که در کردش نمیتونه، نه پس هیچ وقت به ایمان نیست که دیگه ما معجزه را چه بکنیم؟ نفی بکنیم، معجزه را رد بکنیم، در حالی که بالفعل ما ببینیم که با اخبار متواتر و قطعی برخی معجزه ها برای ما ثابت شده و بالاخره در وقت و زمانش مردم با چشم سر این چیز را چه کردن؟ مشاهده کردن. خب موضوع دیگر ما در رابطه با درس امروز مسئله حکم ایمان به معجزه هست. خب زمانی که معجزه ثابت شد، چی از طریق مشاهده باشه، چی از طریق خبر باشه و چی هم عقلاً که ما معجزه را یک امر ممکن گفتیم، پس هر زمانی که معجزه ثابت میشه حکم ایمان به معجزه چی هست؟ متوجه باشه بینندگان عزیز که هر زمانی که معجزه نبی و پیغمبر ثابت میشه
و چون گفتیم که معجزه در حقیقت به خاطر اثبات نبوت و نبی و رسول است، پس هر زمانی که معجزه نبی و پیغمبر ثابت شد، مردم در وقت و زمان شورا دیدن مشاهده کردن، و یا ما و توی که به اصطلاح این خبر بر ما رسید، خبر واحد و متواتر، پس ما توجه باشیم که حکم ایمان آوردن به معجزه واجب می باشه. واجب به چی مانا؟ یعنی به یمانا که دیگه ما مجبور و مکلف هستیم که به این نبی و به این پیغمبر ایمان بیاریم و صدق کلام از او را تصدیق بکنیم و او باور و یقین کامل داشته باشیم. و هر کسی که بعد از وقوع معجزه معجزه را نمیپذیره، انکار میکنه، پس متوجه باشیم که باز انکار از او منجر به چی میشه؟ منجر به کفر میشه. چنانچه اگر معجزه یا به صورت مشاهده و یا هم به صورت خبر متواتر و قطعی صورت گرفته باشه. چنانچه در قرآن مجید زمانی که ما مراجعه میکنیم، بینندگان عزیز، شک نیست که پیروان عیسی علیه السلام هم از عیسی علیه السلام معجزه ای را به اسلام مطالبه کردن، و اون معجزه در حقیقت نازل شدن یک دسترخان پر از نانهای مختلف بود که از عیسی علیه السلام قومش کردن. از قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدتا من السماء، آیا پروردگارت قادر است ای عیسی که از آسمان برای ما یک دسترخان را نازل بکنه؟ و شک نیست که پروردگار عالم در جواب از اینها گفت که الله به این قادر هست و الله جل جلاله دسترخان نازل میکنه، ولیکن هر کسی که بعد از نزول از این دسترخان باز ابا ورزید، انکار کرد، و شک نیست که مورد عذاب بی حد شدید قرار میگیره. قال الله اینی منزلها علیکم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الله گفت که دسترخان را براتون پایان میکنم، ولیکن هر کس از شما که اگر بعد از نزول از دسترخان باز انکار کرد، پس الله رب العزت میگه که ما او را انقدر عذاب شدید بکنم که احد من المخلوقات باز اون عذاب نکرده گیست. پس خودش جرات به این میکنه که حکم ایمان به معجزه واجب می باشه، به جهت از اینکه یکی از موارد حکم واجب در حقیقت مو وعید شدید و عذاب می باشه که در این آیات صراحتا بر ما بیان کرده. منتها در رابطه با حکم معجزه که کسایی که اگر معجزه را انکار میکنن حکم از او چی می باشه، باز ما در رابطه با موقف مردم در رابطه با معجزه صحبت میکنیم. پس حکم ایمان آوردن به معجزه انبیاء علیهم السلام واجب است. یعنی به ایمان بینندگان عزیز، آن چیزی که امروز در رابطه با معجزه برای ما شما ثابت میشه خبر هست. یعنی به ایمان که معجزه یا توسط خبر واحد برای ما ثابت میشه و یا هم توسط خبر متواتر. پس هر معجزه انبیاء علیهم السلام که چه توسط خبر واحد چه توسط خبر متواتر ثابت شده باشه، همین قسمی که ما به انبیاء علیهم السلام ایمان داریم و ایمان ما واجب میشه، به عین شکل به معجزه های از اونها هم ما باید چی داشته باشیم؟ ایمان داشته باشیم. منتها با هیچ تفاوتی که قسمی که پیشتر هم اشارتاً براتون گفتم که معجزه های انبیاء علیهم السلام که توسط خبر واحد بر ما ثابت شده، حکم ایمان آوردن به او واجب هست. اما اگر کس انکار بکنه، باز ما او را کافر گفته نمیتانیم. چرا؟ به جهت از یک خبر واحد ای در حقیقت احتمال ظن و گمانه داره، پس به این خاطر ما او را کافر گفتنیم. اما متوجه باشین که هر معجزه نبی و پیغمبر که با خبر متواتر بر ما ثابت شده، یعنی در قرآن مجید و در احادیث قطعی پیغمبر صلی الله علیه وسلم، پس متوجه باشین که در رابطه با این معجزه ها حکمش واجب می باشه، و کسی که معجزه هایی که به طریق متواتر ثابت شده انکار میکنه، باز منکر از او را ما دیگه چی میگیم؟ کافر میگیم، خارج ملت. یعنی به ایمان که بینندگان عزیز، اگر ما به صالح علیه السلام من حیث نبی و پیغمبر که به طرف قوم ثمود فرستاده شده ایمان داریم، ولیکن معجزه شان قبول نکنیم که در حقیقت همون ناقوا یا شطور می باشه، به شک نیست که ایمان ما به انبیاء علیه السلام درست نمیشه. اگر ما به عیسی علیه السلام من حیث آخرین انبیاء سلسله بنی اسرائیل ایمان داشته باشیم،
و معجزه ایشان که در حقیقت پرنده ها را زنده می کردن و پرنده ها را چوف می کردن و پرنده جور می شد خاک، اگر این کار بکنیم پس متوجه باشیم که این کار ما چی می باشه؟ کفر می باشه. چرا؟ این معجزه ها به صورت قطعی در آیات قرآن مجید ثابت شده. پس همین قسمی که ما به نبی و پیغمبر که نبوت و رسالتش ثابت شده ایمان واجب هست، به عین شکل به معجزه هایشان هم که به طریق متواتر ثابت است یا خبر واحد، ایمان آمدن به چی می باشه؟ واجب. پس حکم ایمان به معجزه واجب. اما موقف مردم در رابطه با معجزه چی هست؟ موقف مردم به چی مانه؟ یعنی بعد از اینکه معجزه برای مردم میرسه چی توسط مشاهده باشه که بیان کردیم و یا هم چی توسط خبر باشه؟ آیا تماما انسان ها به نبوت و رسالت نبی و پیغمبر ایمان میارن؟ قبولش میکنن؟ آیا همگی ردش میکنن؟ نه بینندگان عزیز، از خلال آن چیزی که آیات قرآن مجید و از خلال آن چیزی که ما امتهای گذشته را مورد بررسی قرار میدیم، شک نیست که موقف مردم در رابطه با معجزه انبیاء علیهم السلام یکسان نبوده، یکسان نبوده، بلکه مردم در رابطه با معجزه های انبیاء علیهم السلام مواقف متعدد را اختیار کردن، مواقف متعدد. یک تعداد کسا معجزه را قبول کردن و ایمان آوردن، معجزه را قبول کردن و به انبیاء علیه السلام ایمان آوردن و ایمان خود را چه کردن؟ اظهار کردن. چنانچه در واقعه موسی علیه السلام و شما ببینیم بینندگان عزیز که زمانی که فرعون خواست که گویا موسی علیه السلام یک ساحر و جادوگر هست و سحر و جادوی از او را برای مردم نشان بده، ساحرهای بسیار ماهر و بسیار مسلکی و متخصص را جمع آوری کرد که تا در حقیقت همو حقیقت موسی علیه السلام به زعم و گمان خود برای مردم نشان بده. اما زمانی که نمی ساحرها و جادوگرها قبل از اینکه مسابقه شروع شود به عزت فرعون قسم یاد میکنند و میگفتند که به عزت فرعون قسم است که ما جمله کامیاب ها هستیم و غالب میشیم، اما زمانی که در میدان مسابقه داخل شدند و موسی علیه السلام عصای خود انداخ و یه عصا به امر الله جل جلاله به یک مار بسیار حقیقی تبدیل شد، پس این ساحرها و جادوگرها حقیقت دانستند و زمانی که معجزه موسی علیه السلام دیدن حقیقت برایشان معلوم شد، پس اینا چی کردن؟ به موسی علیه السلام ایمان آوردن. پس یک تعداد مردم زمانی که معجزه انبیاء علیه السلام را میبینند و مشاهده میکنند، پس به انبیاء علیه السلام ایمان میارند. اما یک تعداد مردم بینندگان عزیز انکار میکنن، انکار میکنن. چنانچه در عین موقف اگر ما موقف فرعون رو مد نظر بگیریم، پس موقف فرعون در رابطه با معجزه موسی علیه السلام چی بود؟ انکار بود دیگه. یعنی با وجودی که معجزه موسی علیه السلام دید و با وجود از اینکه دید که ساحرها و جادوگرایی که به خاطر غلبه حاصل کردن بالای موسی علیه السلام جمع آوری، اونا هم به موسی علیه السلام ایمان آوردن، ولیکن با وجود از او هم چی کردن؟ انکار کردن. در حقیقت چیز قرآن مجید هم برای ما بیان میکنه و این یرو کل آیت یعرضوا و یقول سحر مستمر. هر قدر که معجزه، هر قدر که خوارق العادات و هر قدر نشانه ها و بینه ها که برای اینا نشان داده شود، به مو اندازه اونا اعراض میکنن و انکار میکنن و بالاخره معجزه انبیاء علیه السلام به سحر و جادو چی میکنن؟ نسبت میدن، به سحر و جادو نسبت. پس موقف مردم در رابطه با معجزه انبیاء علیه السلام یکی موقف ایمان هست و دیگری هم موقف چی می باشه؟ انکار می باشه. و یک موقف دیگری هم ما شما در رابطه با مردم ها داریم که برخی مردم ها زمانی که معجزه انبیاء علیه السلام می بینن باز اونا به قسم شک و تردید میشن. شک و تردیدشان چیست؟ یعنی اونا پیش خود اتو یک تحلیل میکنن، پیش خود اتو یک تحلیل میکنن که گویا انبیاء علیهم السلام با نشان دادن از این معجزه میخواهد که به یک موقف مادی برسه، به یک موقف مادی برسه. یعنی انبیاء علیه السلام از خلال از این معجزه های خود میخواهند که مثلا مال پیدا بکنن، قدرت پیدا کنن، بین مردم نفوذ پیدا بکنن، پس در این شک و تردید اونا باقی میمونه، در حالی که نه، معجزه های انبیاء علیه السلام هیچ وقت به دست آوردن کدام مزد مادی نیست، بلکه این معجزه ها در حقیقت به خاطر چی میباشه؟ به خاطر اثبات نبوت رسالت چا میباشه و این زعم و گمانه که مردم در رابطه با انبیاء علیه السلام میکنن زعم و گمان غلط و نادرست میباشه. اما در رابطه با حکمت های معجزه که خب چرا الله رب العزت به انبیاء علیه السلام معجزه ها را ظاهر می سازد؟ شک نیست که قبلا هم بیان کردیم معجزه فعل الله رب العزت است که به دست نبی و پیغمبر ظاهر می شود. خب حکمتش چیست؟ علتش چیست؟ اولین حکمت و علتش بینندگان عزیز اثبات نبوت انبیاء علیه السلام است.
وجاءت ذيك الله واحد ويا ولك انبياء عليهم السلام مي فرستا وهي انبياء عليهم السلام از الله جل جلاله مردم خبر میتن از جهان غیب مردم خبر میتن خب امی ما چگونه بفهمم که واقعا امی انسان از جانب الله مرا خبر میتن یا از جانب نفس و هوا و حواس و شیطان و جن و دیگه و دیگه خبر میتن دیگه چون یک قضیه غیبی هست دیگه بس اون قضیه غیبی هست بس الله یک انبیاء را میفرسته بس الله رب العزت به دست انبیاء علیه السلام اتو یک امر خارق العاده را ظاهر میسازه که تمام مردم ها از آوردن مثل از او عاجز میشن که تا مردم یقین بکنن که واقعا این شخص نبی و رسول از جانب الله جل جلو فرستاده شده چرا بینندگان عزیز؟ به جهت از این که اگر معجزه فعل نبی و پیغمبر می بود پس حتما و خواه مردم های دیگه هم مانند فعل نبی و پیغمبر که اگر انسان است مانند از او آورده می تانست دیگه در رابطه با یک کدام اشکالی ندارد اما زمانی که تمام انسان ها در رابطه با آن چیزی که نبی و پیغمبر آورده عاجز می شد پس خودش دارد به این می کنه که این معجزه فعل کی هست؟ فعل الله هست پس این نبی و پیغمبر چی هست؟ صادق هست پس این معجزه چرا ظاهر شده؟ در نبوت و رسالت هست نبی و پیغمبر برای ما شما ثابت بکنه حکمت دیگر معجزه بینندگان عزیز اکرام و اعزاز برای نبی و پیغمبر می باشد چی مانا؟ یعنی به مانا که هر زمانی که الله رب العزت یک امر خارق العاده را به دست یک نبی و پیغمبر خود ظاهر می سازد در حقیقت او را مورد کرامت قرار می ده مورد عزت قرار می ده او را بر دیگرها برتری می ده دیگه یعنی به مانا که به دست نبی و پیغمبر یک امر خارق العاده ظاهر شدند در حقیقت به خاطر اعزاز و اکرام انبیاء علیهم السلام می باشه که تا اونا را از بقیه انسان ها فضیلت و برتریت بده فضیلت و برتریتی که با نشان دادن معجزه دیگرها را چی میکنه عاجز می سازه و آخرین حکمت در رابطه با حکمت های معجزه بینندگان عزیز یکی هم تنبیه غافلین می باشه تنبیه غافلین به چی مانا؟ یعنی به این مانا که یک سلسله انسان ها زمان که انبیاء علیهم السلام می آیند و اونا را به راه راست و صراط مستقیم دعوت میکنن شک نیست که داد انسان ها دیگه در پشت هوا و حواس خود هستند در رابطه با سخنان نبی به اصلاح توجه نمیکنن پس هر زمان که نبی و پیغمبر یک امر خارق العاده را نشان میده یک امر خلاف عادت را نشان میده پس چی خودش در حقیقت یک تنبیه هست که اونا را بیدار بکنه اونا را با خبر بسازه که آن چیزی که نبی و رسول میگه او صدق است و او راست است و این معجزه که به دست از او ظاهر شده یک چیز حقیقت است پس او کلامی که هم میگه یک حقیقت میباشه بس این منجر به این میشه که تا انسان های غافل و بیخبر از غفلت و بیخبری خود دور شده و بالاخره به انبیاء علیهم السلام چی کنن؟ ایمان بیارن چنانچه امروز با شما زمانی که معجزه های قرآن مجید در عصر امروز دانشمند ها و ساینسدان ها این معجزه های قرآن مجید یکی پی دیگر کشف میکنند با این معجزه های قرآن مجید اونا بالاخره چی میکنن؟ ایمان میارن و ایمان خود چی میکنن؟ اظهار میسازن پس حکمت های معجزه یکی به خاطر اثبات و نبوت نبی و پیغمبر یکی به خاطر اکرام و اعزاز نبی و یکی هم به خاطر تنبیه غافلین می باشه این بود درس امروز ما یا درس شماره 20 که در رابطه با طرق اثبات معجزه و حکم ایمان با این صحبت کردیم و خلاصه آن چیزی که بیان کردیم گفتیم معجزه چگونه ثابت می شود یا توسط مشاهده که در وقت زمان خود نبی و پیغمبر یا توسط خبر و خبر هم یا توسط خبر واحد است یا متواتر است و عقلا هم ما میتونیم که معجزه را ثابت بسازیم و معجزه یک امر خلاف عقل نیست بلکه خلاف عادت می باشد حکم ایمان و معجزه واجب است بینندگان محترم موقف مردم در رابطه با معجزه فرق میکنه زمانی که معجزه نبی و پیغمبر ظاهر میشه برخی کسا بهش ایمان میارن برخی کسا انکار میکنن و برخی کسا هم موقف شک و تردید اختیار میکنن و در رابطه با حکمت های معجزه هم صحبت مفصل کردیم الله رب العزت همه ما شما را توفیق به اعمال نیکو نصیب فرمایه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته